افغانستان، کشوری که چندین دهه جنگ ویرانگر را پشت سر گذاشته است. و حالا راه ترقی و پیشرفت را به سرعت می پیماید. لذا به خاطر پیشرفت و بازسازی به نیروی کاری متخصص و مسلکی نیاز دارد. ولی بدبختانه شهروندان افغانستان بنابر دلایل مختلف کشور را ترک می کنند و به کشورهای دیگر پناهنده می شوند که این معضل سبب شده است تا افغانستان ظرفیت های مسلکی و تخصصی خیش را از دست بدهد. به منظور حل این بحران، سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان یا IOM برنامه بازگشت متخصصین افغان یا RQA را از سال 2001 به این سو مدیریت میکند. این برنامه روی آن عده از افغانها در سراسر دنیا که در رشته های مختلف تخصص دارند و ضمناً انگیزه قوی برای به اشتراک گذاری مهارت های علمی خیش در راستای بازسازی و بهبود افغانستان داشته باشند تمرکز میکند. This program has been existing since 2001. It has facilitated the temporary or permanent return of approximately 1,700 Afghans to the countries from 29 countries. فرزانه عارفی هستم با تحصیل رشته حقوق خصوصی از پوانتون تهران. الان به مدت تقریبا 11 ماه هست که از طریق پروژه RQA من حیث یک کوردینیتور من با IOM قرارداد بستم. عاطفه هستم، فارغ التحصیل از رشته رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران، در حال حاضر بخش مونوگراف رشته مدیکال فیزیک از ایران و از طرف IOM شفاخانه یونایتد ما فرستادم برای این کار و در حال حاضر مشغول به کار در همین شفاخانه هستم. من سید حسین حسینی هستم، فارغ تحصیل دوره لیسانس و ماستری از انجینری برق و مخابرات در ایران دانشگاه تربیت مدرس. باز از کسایی بودم که در طرح RQA از ایران جذب شدیم در وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان به حیث متخصص IT. زهرا رسولی هستم، از رشته انرژی قابل تجدید از دانشگاه تهران فارغ شدم و از طریق برنامه بازگشت فارغ التحصیلان افغانستانی از ایران و افغانستان توسط IOM به کشورم برگشتم. حسین محمدی هستم، متخصص GIS هستم و کارهای مربوط به نرم افزارهای RGIS رو انجام میدم. روش های نوین برای تهیه نقشه هستش که در وزارت شهرسازی خیلی به درد میخوره. برای کار من واقعا با مشکلات زیادی در ایران مواجه بودم. شاید همون کاری که یک ایرانی انجام میداد با توانایی من هم رو انجام میدادم، ولی حداقل دستمزد رو به من میدادن. شرایط کار در ایران برای ما مساعد نبود. دقیقا باز برنامه آرکیو این اعتماد به نفس به من داد که من مسیرم رو درست انتخاب کردم، من درسم رو درست خواندم، میتونم از این تخصصم استفاده کنم و این حس مفید بودن این پروژه به من داد. چون فضای مهاجرت یک رقم است که خواه نخواه حس سرخوردگی و حس کمارزش بودن به افراد داده میشه. اگر من به صورت خودجوش میمدم از ایران و خب دنبال کار میگشتم اینجا یا میخواستم با چهار نفر حالا از نظر آشناییت یا بخوام خودم رو معرفی کنم در یک شغل خودم زمان بر بود، ولی خب این پروژه RQA خیلی به من کمک کرد. با زمان کمتر در واقع مدرسانی بیشتر بیتونستم انجام بدم. از ایران فراغ تحصیل شدم اما خیلی دنبال کار گشتم در ایران، کاری پیدا نکردم، یعنی اجازه کارم نداشتم. تا در افغانستان هم که هیچ فامیلی نداشتم، هیچ دل جرات نمیکردم که برگردم افغانستان توی این مملکت که هیچ کسی رو ندارم. خب با IOM خیلی موقعیت خیلی خوبی شد که من بتونم با یک پشتوانه بیام و اینجا خب استعدادها و توانایی خوره بکار بگیرم. We're very grateful for those people who have adhered to the program in the past, because a lot of them
occupy or have occupied key position in the government. We're talking about deputy ministers, we're talking about ministers, we're talking about ambassadors, we're talking about CEOs, we're talking about a number of people who have contributed to the strategic positioning of Afghanistan. ما در زمینه ژئوترمال که اصلا در افغانستان هیچ کاری نشده مطالعات داشتم و من متاسفانه وقتی که در این قسمت آمدم و شروع کردم به کار کردن دیدم اصلا هیچ آمریتی برای انرژی ژئوترمال در نظر گرفته نشده و هیچ زمینه هیچ کاری پیش از این انجام نشده و در آینده یکی از کارهایی که میخوام انجام بدم گسترش دانش در رابطه با انرژی زمین گرمایی یا همون ژئوترمال هست. خوشبختانه از طریق پروگرام IOM متخصصینی که جذب شدن اینجا دو استفاده مشخص را ما از وجود از اونها در وزارت انرژی آب بردیم. یکی بوده که خودشان به حیث یک متخصص کار کردن در بعضی پروژه های ما و بسیار پروژه های موفقی بود. حتی به سطح ملی شما میبینید که بعضی از پروژه ها قراردادش در همین روزها در افغانستان امضا شد و همی که ما تانستیم با تیم سازی یعنی در کنار دیگه کادرهایی که ما در وزارت داشتیم دیگه کارمندایی که داشتیم تانستیم که تا حد زیاد این تجربیات را به کارمندای خودمان هم منتقل بکنیم و اونا هم تانستن از بودن در کنار از این متخصصا که از طریق پروگرام IOM آمده بودن چیزی یاد بگیرن و ظرفیت از اونا هم افزایش پیدا کرد. اینجا تغییرات زیادی پیدا کرد. همین اتاقی که الان داخلش هستیم و خب میگم چیز اتفاق سرکوبی که اینجا انجام شد یا در این خورده ضعیف بود قبل از اینکه من بیام اینجا بخاطر کسی بود که اینجا مسلکی نبود این کار رو انجام میده. بیشتر تو بیته خودمون ناوری داشتیم همین این کار اسرائیل دندانی که اینجا گرفته شد بعد از این جریان IOM. با آمدن خانم عاطفه و مرضیه در شفاخانه ما مؤثر واقع شدن و همکارای خوبی بودن و از ایشون تقاضا میکنیم که دایندا با ما همکاری داشته باشن و خوبیایی که اینا آمدند چه کمبوتاتی که ما داشتیم در دو بخش و یک بخش اکسری بود و بخش دوم بخش فیزیوتراپی بود که یا از طریق دفتر IOM برای ما معرفی شدن خیلی موثر بودن و یا خوبیای اینا داشتن که طبقه اوناس بودن و در شفاخانه ما اضافه تر از شهر دورتر هستیم مردم نصف شهری و نصف دیاتی هستن خیلی استقبال میکنن و در جای دور هم اگر برشون فیزیوتراپی یا بخش اکسری باشه تشریف میارن. خب من از این کشور اومدم که تا یه حدی این قسمت اداره شون در واقع میشه الکترونیک شده. چیزی هستش که من در افغانستان ندیدم. من پیشنهاد دادم به این ریاست و ریاست مطالعه بازار کار یعنی اگه اون برنامه در اینجا پیاده بشه قطعا در زمان صرف جویی میشه و اینکه مراجعه کننده ها قشنگ متوجه میشن که اون نامشون اون پروندهشون در کدام مرحله هستش. تعداد پرسنل ما به اندازه کافی نبود که ما میتونستیم به اصطلاح به تمام برنامه خود به شکل بسیار خوبترش رسیدگی کنیم. با آمدن این خانم یک مقدار کارهای ما سهولت به میان آمد و اینا هم برای ما همکاری بسیار خوب هستند. ما الان وارد شهرسازی که شدم دیدم دیتا هایی که GIS هست که واقعا خیلی جای کار داره و میشه خیلی برنامه های طولانی مدت واسش ریخت. افغانستان منابع انسانی و افراد متخصص نیاز داره. قاعدتاً با آمدن حسین ما بخشی از نیازهای GIS که در بخشی از پروژه ما نیازمند بود او برطرف شده و توسط شخصی رو که IOM بر ما استخدام کرده بود ما تانستیم بسیاری از افرادی رو که GIS نمی فهمیدن اونا رو ما ترین بدیم و بعد از رفتن اینا یا بعد از ختم پروژه که آقای محمدی تشریف میبرن ما بتانیم کارهایی که در بخشای جایز داریم از ما افراد ترندیده استفاده بکنیم. RQA now in Afghanistan counts on two major supporters. One is Japan for the return of qualified Afghans from Iran and another component which is the connecting diaspora for development which is supported by the Netherlands.
به حال سازمان IOM از 31 کشور متخصصین افغان را از طریق برنامه بازگشت متخصصین افغان استخدام و حمایت نموده است که این متخصصین در 33 وزارت، نهادهای دولتی و غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان کار کرده اند. An estimate of approximately 7 million Afghans are residing abroad, and some of them carry a lot of weight in terms of expertise and experience which can be lent to Afghan institutions. So the support of Japan towards this kind of program has been of key importance, because the Afghan authorities have been increasingly reaching out towards IOM to garner the support to encourage people to return on a temporary or permanent basis. همین برنامه بازگشت متخصصان همچنان ادامه داره، یعنی اینجوری نیست که یک تایم کوتاه مدت باشه و این هر سال هست. من توصیه میکنم که بیایید یک بار، که بیایید میبینید که شما یک نفر برای سیستم ساخته شدید و او دیدگاهی که در فضای مهاجرت برای ذهن شما شکل گرفته دیدگاه صحیح نیست. قطعا وقتی وارد کابل، وارد افغانستان بشن، میبینن که با اون چیزی که در اخبار، رسانه ها و گفتگوهای مردم هستش خیلی فرق داره. تشکر میکنم از مسئولان را که پروژه IOM تشکر فرمان که دارم. امیدوارم که این پروژه همچنان ادامه پیدا کنه، چون برای متخصصان افغانستان این موقعیت بسیار عالی و شرایط عالی رو فراهم میکنه. امیدوارم که صلح دوباره برگرده به کشورمون و همه در کنار هم برگردیم، همین افغانستان اونو بسازیم.